سلام بچه ها، وقتتون بخیر. خسته درستون نباشید، بریم سراغ پیش مصاحبه دیگه. پیش ثبت نام، یعنی مصاحبه پیش ثبت نام. تست ما مثبت شد، البته تست ندادم، مادرم تست داد، اون مثبت شد دیگه، ما موکی بودیم دیگه، مثبت شدیم دیگه، علائمشو داشتیم، مثل هم بودیم دیگه. من تست ندادم، سریع رفتیم سراغ درمان. وایسین همه بچه ها بیان یه خورده، بعد من تماس رو بگیرم. خوبین؟ آقا اینو واسه کلاس نذاشتم، آقا موام خواب گرفته. زشت بود، هر کاری کردم فشارش دادم، سابیدمش، توف زدم بهش، درست نشد. درست نشد، ولی خب اینجوری دیگه مجبوریم. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام به روی ماهتون، به چشمون سیاهتون. اوضاع چطوره؟ ماچ به کله همتون. بریم زنگ بزنیم. بله سوالاتتون تو اون باکس پایین بپرسین، انشالله بعد از اینکه تلفن تموم بشه. هی هی، الو. الو سلام عزیزم، خوبی؟ سلام، حالتون خوبه؟ متشکرم. شناختی؟ مرسی. اشتباه نکنم آقای اکبری. اگر اشتباه نکنی شک داشتی؟ نه من اشتباه نمی کنم. پس رد میشین شما، شک داشتین؟ نه. اوضاع چطوره؟ مرسی خوب. زنده باش. پایه چندمی عزیزم؟ دوازدهم. پایه دوازدهم. کدوم شهر، کدوم مدرسه؟ من چهارمحال بختیاریم، جوان مردی، مدرسه فرزانگان تیسوشانه. درسته؟ بله. تک مدرسه تیسوشانه تو؟ آها تیسوشان؟ نه همینجوری اسمش فرزانگانه. از اون فرزانگان من نیستافه جدا بافت از آها همینجور فرزانگانه، غیر انتفاعی دولتیه چی؟ آره دولتیه. دولتی خواستم بکنش تیسوشان، دیگه پشیمون شدم. خب عرضم موضوعت که چهارمحال و بختیاری، لور هستین شما؟ بله. عرضم به حضور بابا، یه چیزی به ما لور نمیگن، ما بختیاری. آها بختیار. عرضم به حضور انورتون که چطور با من آشنا شدی، از کجا؟ اینستاگرام. چرا به من اطمینان کردی؟ من مشاور داشتم. خب یعنی از تابستون میخواستم که کنکوری بخونم، ولی این وسطاش دیگه شل کردم و مشاورم کات کردم. چرا کات کردی باشون؟ مشاورم واقعا مشاور خوبی بودن، استاد دانشگاه بودن و اینکه برنامهشون اصولی بود، درست بود و اینا، اما خب یه مشکلی که بود، من دوست داشتم مثلا با خودشون، با شخص خودشون هم در ارتباط باشم، چون که مثلا زمانی که من رفتم اونجا تو مؤسسهشون ثبت نام کنم، با خودشون مثلا بهتر رابطه برقرار میکردم، چون که مثلا مشکلم رو بهشون بگم. خودشون خیلی مثلا شخص محترمی بودن و میشد خیلی راحت باهاشون صحبت کرد، ولی خب مثلا کارمنداشو من مثلا زیاد نمیشناختم و خب خیلی مثلا خوش رفتار میکردن و مقرراتی بودن شدید. و خب آدم نمیتونست مشکلش رو بهش بگه، مثلا اگه این هفته مشکل پیش برام اومد، مثلا نمیتونستم بهش بگن که مثلا خانم فلانی من این مشکل پیش اومده برام. خانم بودی استاد دانشگاه؟ خب اگه خودشون بودم آره میشد. این قضیه یه خورده منو اذیت کرد، من تو آزمونام هم افت میکردم و اینکه از اول مدرسه ها به من گفتن که دوازدهم رو
آنچنان جدی نگیر، فعلا دهم یازدهمت رو نه نه اوکی یه چند کن. تا سوال من یه چند تا سوال اجازه به من میدی؟ جانم خانم بودن یا آقا؟ آقا. آقا چند سالشون بود؟ متولد بکنم 67 بودن. ازدواج کرده بودن؟ بله. بعد چرا حس میکردی با اون میتونی ارتباط بگیری ولی نمیتونی با بقیه ارتباط بگیری؟ من زمانی که رفتم باهاشون برای مصاحبه چجوری بگم، خب من یه مشکلی برام سال گذشته پیش اومد و خب دیگه نتونستم درس بخونم. چه مشکلی؟ پدرم رو از دست دادم. خدا رحمتشون کنه. چرا؟ کرونا؟ نه من پدرم فکر مغزی کردم. ای بابا خدا رحمت کنه. مرسی. تسلیت میده. خب من پاسال که اینجوری شده بودم، بعد خب شرایط خانواده‌ام خیلی سخت شده بود و اینکه زمانی که من رفتم با آقای حیدری برای مصاحبه متوجه شدم که ایشون هم توی کودکی همین اتفاق براشون افتاد و خب کاملا ما رو درک میکردن. صحبت هایی که با می کردم خیلی بود، مثلا با هم راه می اومدیم و می فهمید که من چی میگم، ولی خب بقیه اینجوری نبودن. خب و اینکه من کسی نبود که مثلا هر شب من رو چک کنه، مثلا مؤسسهشون اینجوری بود که خب دو هفته یک بار که برنامه می دادن شب به شب توی یه گروهی بود، ما گزارشکارامون رو می فرستادیم و همین. مدیر اون گروه ادمینی چک میکرد که ما برنامه همون رو درست اجرا کردیم، یعنی همین تا دو هفته بعدی که ما زنگ بزنیم حالا یا حضوری میرفتیم یا حالا به صورت مجازی تو گوگل میت مثلا به ما برنامه همون رو آقای حیدری میداد. ولی خب مثلا اونجوری نبود که من بگم کسی باشه که هر شب من رو چک کنه که من بدونم که اگه امروز برنامه اجرا نکردم موظف کنم خودم که چرا من انتخاب کردم. شب شما یه جدیت خاصی داریم و من واقعا نخوندم. من یه دانش آموز کنکوری هم که حتی امسال برام مدرسه هم نخوندم، یعنی امتحان هم گم زدم. نخوندید شرایطش پیش نبود یا مثلا واقعا حوصله شو نداشتی؟ نمیدونم چی شد. من کلاس دهم تا زمانی که قبل از کرونا خوب میخوندم، کنکوری نمیخوندم ولی خب همون مدرسه هم خوب میخوندم. کرونا که اومد یه خورده تنبل شدیم، یعنی واقعا خودمون رو زدیم به بیخیالی و گفتیم به به مجازیه و خب نمره میگیریم و اینا، دیگه نخوندیم، یعنی کاملا دیگه لای کتابا رو باز نکردیم. یازدهم خب من خودم پدرم رتبه دو رقمی کنکور بودم و توقع داشت ازم که درس بخونیم. پدرتون رتبه چی بود؟ دو رقمی کنکور بودم. چی کاره بودن؟ پدر من مهندس مکانیک بودم. چه دانشگاهی؟ دانشگاهشو من نمیدونم ولی خب شهر کرد درس میخوندم. نمیدونم دانشگاه چی بود. خب این دانشگاهشون رو نمیدونم، اصفهان بودن. بعد سال آخر فکر کنم انتقالی گرفتن و اومدن شهر کرد خوندن. من رتبه 78 کنکور بودن. خب خب پدرم مثلا همه هم میدونستن که من بابام مثلا شرایطش اینجوری بود و خب توقع داشت از ما هم که خب بالاخره ما هم درس بخونیم و هر کاری هم میکردن که خب به هر حال ما درسمون رو بخونیم. چند تا عقب نیفتیم چون دوست نداشتن که مثلا دانشان چند تا بچه این؟ بعد دیگه چند تا بچه این؟ صداتون رو خیلی من ضعیف دارم، بخیلی سر صداست. خب چند تا بچه این؟ به من اینو بگو. چهار تا. خب چندومی هستی؟ من حالا نمیدونم، متاسفانه خوشبختانه فرزند اول. خب پدر جوان بوده دیگه درسته؟ بله پدرم 41 سالش بود. ای بابا اشکال نداره. خب مامان چی کار است؟ مامانم خانه داره. خانه دار. بله یه چیزی بهت بگم،
از آکادمی ما چی فهمیدی که اومدی سمت ما؟ خب من قبل از اینکه خودم مشاوره بگیرم شما رو توی اینستاگرام دنبال می‌کردم. خب. و اینکه خب یه جدیتی توی کارتون می‌دیدم، مثلا تماس می‌گرفتین با دانش آموزا. فقط به خاطر همین؟ اینو و اینکه خب تبلیغاته. تحقیقاتم این بود که مثلا می‌دیدم که شما چجوری رفتار می‌کنی و برخوردتون و اینکه خب نتیجه هایی که تیمتون داشتن و یه طوری بوده نمیدونم بقیه مشاوره ها که من خب خیلی دنبال مشاوره خوب میگشتم توی اینستاگرام، بقیه مشاوره ها انگار یه طوری داشتن همه شون داشتن همدیگر رو تخریب میکردن که خودشون رو بکشن بالا. مشاوره خوب هم خیلی زیاد داریم. دلیلی که تمایز پیدا کرده انتخابت نسبت به بقیه میخوام اینو بدونم. یکی این که خب من یه بار توی یکی از کلاس های شیمیتون شرکت کردم و دیدم که تدریس خودتون عالی بود. خب تدریس هم عالیه، شاید مشاورم عالی نباشه. من بهتون اطمینان دارم. نمیشه اینجوری انتخاب بکنی یه نفر رو. من چیزی که ازتون دیدم میای دو هفته با من کار میکنی پولت هم از بین میره، میای دو هفته کار میکنی پولت هم از بین میره، بعد از اون کنسل میکنی، نه من میتونم رو تمرکز بکنم نه تو اطمینان به وجود میداری. ببین وقتی که الکی یه چیزی انتخاب کنی. آقای علیداری یه چیزی بگم جان، من اونقدری که باید کار شما رو قبول دارم، ولی شمایی که مشاور هستین 20% بیشتر توی کار من نمیتونی به من کمک کنی. خب من اینو همیشه گفتم، من 80% بقیه از خودم هم. من اون 20% رو شما کار کردم. خب آقا اوکی 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 اوکی، یه چیزی چرا به روی یه کسی دیگه حساب نکردی؟ خب میگم که من میدونم مشاوری که خودم داشتم برنامه‌اش اصولی بود و برنامه شما دقیقاً این همون بود، با این تفاوت که شما نظارت دارید رو کار دانش آموزاتون، ولی خب مشاور من اینجوری نبود. تو خودشون مشغله داشتن میشوردن به اصلا میدونی ما برنامه ریزی که داریم روزی چند باره؟ اینو هنوز نمیدونم. خب تو چجور اطلاعات نداری به من زنگ زدی؟ خب مشکل همینه. اصلا میدونی من برنامه میدم، من برنامه نمیدم، من اصلا چی کارم؟ جلسات انگیزشی من زنگ دادم. نه 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 اصلا اصلا تو باید همه اون کامنت ها رو توضیحات رو میخوندی و بعد پیش ثبت نامت رو انجام میدادی. شما گفتین که دوره 20 ستاره دوره یه که از صفره و خب منم یه جوری خودم رو صفر دیدم. من کسی رو ندیدم که بگه من دانش آموزم رو از صفر میسازم. بقیه این مشاوران میگفتن که من این مال این تبلیغات هم. این تبلیغات نه این تبلیغاته. باید همیشه ببین من که از راه هم مطمئنم این به کنار، ولی خب از دید همه یه بحث تبلیغاتیه و این شکی توش نیست. لحنی که من میگم تو رو از صفر میسازم، خب 99% مشاورم دارن همینو میگن. کاری نداریم. من ندیدم کسی اینجوری بگه. تو که نمیدونی، تو با من شاگرد من که نبودی ببینی که آقا راست میگم راست نمیگم، چی میگم چی نمیگم. من دیدم شما مصاحباتون با دانش آموزاتون. من میگم هزاران هزار نفرم مصاحبه دارم با دانش آموزاشون. آقای عقیبی من به شما اطمینان دارم. نمیشه اینجوری انتخاب کرد. خب ترش اینه که خب من یه ماه با شما پیش میرم. نه من اصلا دوست ندارم چین آدمی. پولت اضافه کرده؟ من اضافه نکرده. ولی خب من خودم میخوام بخونم. خب میخوای بخونی اوکی، ولی تو هنوز هیچ اطلاعاتی از آکادمی من نداری. آقای عقیبی خب. من صفرم و واقعا میخوام بخونم، میتونید کمکم کنید؟ تو صفری؟ من با توجه به اطلاعاتت نه اطلاعات. دلیل منم میدونی چی؟ دلیلم میدونی چرا؟ تو دقیقا با یه سری وعده وعید من اومدی سمتم، نرفتی تحقیق کنی اصلا اصلا وعده وعید من درسته یا نه. کسی که اینجوری انتخاب میکنه یه نفر رو
فردا روزم یه نفر دیگه وعده وعید بهش بده، چون من میگم بهتون این مسیر همش بالا پایین داره، همش بالا پایین داره، همش بالا پایین داره. تو اگر خوب گوش بده، تو اگر خوب رو من تحقیق نکنی با یه کمکاری که از طرف خودت یا من یا هر کسی دیگه، چون شکست قسمتی از مسیره، خب تو با یه شکست سری یک نفر دیگه بهت وعده بده میری سمت اون. اینجوری هم نیست. یه زحمت بکش برو داخل اون کامنت، اطلاعات کامل رو مطالب بفرم و بعد به من اعلام بکن که دوباره باهات صحبت کنم. آقای اکبری من یک سالی هست گفتم که پیج اینستاگرام میتونه دارم. ببین من اینجوری شاگرد انتخاب نمی کنم عزیزم، مخصوصا تو این دوره 4 ماهه. اوکی؟ برو کامل. تو الان میدونی من برنامه ریزیام به چه صورته؟ خب میدونی اصلا وبینار انگیزشی من چند بار در هفته است؟ دیدم که گفتیم وبینار دارم ولی من چون گفتم چند بار در هفته است؟ کیه؟ اصلا میدونی من صبح آزمون دارم یا ندارم؟ در طول روز آزمون دارم یا ندارم؟ برنامه من به درد چه کسایی میخور؟ همین توضیحات رو من تو چنل دادم. ها پس حق به من بده. آره پس میدونم، ولی خب این چیزی که من تو مصاحبه این چند وقت 20 ساعت رو دیدم اولی کسی که همچین چیزی از من پرسیدی. ببین من یه چیزی بهتون همیشه من برمیگردم میگم که عزیزم شما وقتی حرف میزنی من میفهمم چند مرد علاجی یادتونه. من تو ببین شما دهن باز کنی من میفهمم چی کاری چی کاری نیستی فلان همه چی. همین باعث میشه که من متوجه بشم که تو واقعا اطلاعات من رو مطالعه کردی یا نکردی. آقای اکبری من میخوام زودتر شروع کنم. میدونم، برو اطلاعات رو مطالعه کن، نهایتا من آخر شب امشب دوباره با صحبت میکنم. خوبه؟ من باید قبول شم. اینا چیزای مصاحبه منه. اینا مصاحبه منه، نگاه کردی تا هیچ. میگم برو مطالعه بکن اطلاعات رو، اطلاعات رو مطالعه کن. این تحسین برانگیز این جملاتت. بحث تحسین برانگیز بودنشون نیست. من شرایط خانوادم طوری که به خاطر مامانم باید قبول شم. چرا؟ من خانواده پدرین خانواده خوبی نیستم. خب و تنها راهی که میشه من مامانم از دستشون نجات بدم و خواهر برادرم رو مامان چی کار داره؟ الان مامان دیگه اصلا ربطی به اون خانواده نداره. اینجا اینجوری نیست. باشه هر جوری باشه، الان طبق قانون مادرت زندگیش خودشو داره با بچه خودش تمام شد. خب باشه اصلا هر چیزی اینجا روستای باید صلاح بچه هاست دست خودش نیست. چی میگه؟ و خب قیم ما پلوگو گمه قیم. آره تا یه سنی و مامانم اذیت پیششون. آره مشکل این که آره شاید مامان به خاطر بچه هاش داره میگه و مامانم هم میگه هر کار برات میکنم فقط درست تو بخون دانشگاه قبول شو از اینجا بری. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. فقط تو برو همه چی دوکه یا از بابت من، فقط برو اطلاعات من رو مطالعه کن ببین هنوز مایل هستی با من کار کنی یا نه. چشم قربونت. کاری نداری؟ نمیستی فعلا قربونت. خدافز خدافز خدا نگهدار. بچه من این کلا رو واسه این گذاشتم موام خواب گرفته، هرچی با توف و فشار و هر کاری دم درست نشد، مجبور شدم یه کلایی بکنم سرم. آره
عرضم به حضورتون که آقا دید مناسب از کسی که میخوای انتخابش کنی مگه بچه ربطی داره به ازدواج؟ ازدواج هم یک نوع انتخاب مشاور، سله کردن میگه خورده یک نوع انتخاب، خرید این کالا یک نوع انتخاب، و اینکه باید درست انتخاب کنی. آقا توف دیگه چیکار کنم من؟ نه رفت مطالعه کنه بعد دوباره صحبت میکنیم با هم دیگه. باید همه چیو اطلاع داشته باشی. این بعضی از فروشنده ها وجدان دارن، میگین آقا این جنسش چیه؟ میگه چینی. خیلی روک. ولی خب میگه آها تو اینقدر داری پول میدی این جنس رو میگیری، میخوای مثلا جنس آلمانیشو بگیری باید اینقدر پول بدی. اوکی؟ نه نرفت گریه بکنه، رفت اطلاعاتش رو به مطالعه کنه کامل و بعد بیاد. پیج کلاهتون من دست میکنم دماغم، باید پیج اونم بدم بهتون. توضیحش داخل، لینکی داخل بیوی اینستاگرام هست، میتونین از اون طریق وارد پیج چنل بشین، تلگرام بشین و اونجا مفصل در مورد خدمات گفتم. این لایو رو قطع میکنم. لایو رو قطع میکنم. همگی بریم بیرون و بعد تو لایو بعدی بیاییم. دوستتون دارم.